بالا رو کپل رو نوازش میکنم بعد میام پایین. یادتون باشه هیچ وقت میشه لطفاً اونجا بیدی هیچ وقت برای گرفتن پای اسب اینجا وای نستید. هر چقدر که دورتر بیستید اسب داره شما رو میبینه و اون احساس بدتری خواهد داشت، چون کسایی که میخوان به اسب صدمه بزنن معمولا نمیچسبن بهش و معمولا ترس دارن از ضربه خوردن و در واقع با یه همچین پوزیشنی یه بلای سرش میارن، یا اینکه مثلا میخوان بهش مثلا درمانی یا هر چیزی که باشه برای از ترسناکه توی همین پوزیشن قرار میگیرن. سعی کنید به بدن به کپل نزدیک باشید و اگر اینجا نزدیک باشید دستتون که اینجا باشه اصلا نمیتونه حتی برگرده شما رو بزنه و تا زمانی که اسب در واقع میخواد بیاد سمت شما این دست مانع از این میشه که کپل برگرده سمت شما و خیلی راحت میتونید مانع لگد زدنش بشید. خب من نوازش میکنم، همین همون چیزی که بهتون گفتم رو در واقع الان اینجا عملیش رو دیدید. دست من که اینجا باشه خیلی راحت کنترل میکنم و میرم عقب و اجازه نمیدم که لگد بزنه. من نوازشش میکنم و بعد میرم سراغ گرفتن پا. خب اصلا آماده نیست، شروع میکنم با تناب گرفتن پا رو در واقع انجام. از بالا تناب رو دوستان، از بالا از پایین نه، از بالا تناب رو رد میکنید. از بالا که رد کردین این تناب آروم آروم میاد پایین و یه بخلو قرار میگیره و میاره بالا. یادتون باشه جنس تنابتون باید تنابای نخی و نرم باشه، تناب رخت بر ندارید بندازید پای اسب رو داغون کنید. من اینو بالا نگهش میدارم. من مرتب این تمرین رو انجام میدم، بارها و بارها و بارها این تمرین رو انجام میدم تا حساسیتش از بین بره و بعد شروع میکنم به لمس کردن توسط دست. لحن خوب، لحن آروم میتونه کارساز باشه. حتی فکر نکنید الان اگه من دوباره دست رو بگیرم نمیزنه، قطعا میزنه، قطعا که احتمال زیاد میزنه، ولی لحن آروم، لحن خوب و نوازش اسب و آرامش توی این تمرین خیلی مفید هست و خیلی کارتون رو راحت تر میکنه. این عزیز آفرین پسر، باریکالله. سعی میکنم بین پاهاشم تاچ کنم حساسیتش کمتر بشه.
خیلی مهمه این تمرین دوستان، چون علاوه بر این که شما باید سوم اسب رو هر روز تمیز بکنید، داخل سوم رو برای پیشگیری از خیلی از مشکلات اسب، خدا نکرده اگر اسب شما به مشکل پزشکی بخوره و نیاز باشه اونجا لمس بشه، نیاز بشه درمانی انجام بگیره و اسب شما نذاره، واقعا بدبختی میکشین سرش. یعنی من بارها این تجربه برام شده، اسبایی که اجازه نمیدن این اتفاق بیفته و زخمی اونجا وجود داره، هر بارم که میخوان بهش دست بزنن یا درمانی پمادی چیزی، انقدر اسب تحرک زیادی داره، انقدر خودشو به این ور اون ور میزنه که بدتر و بدتر و بدتر میشه و گاهن ممکنه اتفاق خیلی بدی بیفته. خب من تناب رو کنار میذارم برای پای راست، برای پای چپش، و سعی میکنم با دست انجام بدم. آفرین، باریکلا. خب خیلی بهتره، خیلی بهتر نتیجه داده، میبینید. آفرین آفرین آفرین، باریکلا. اون سمتم انجام میدم چون اون سمت چی؟ I'm